واژه نغمه به مفهوم آواز، نوا، سرود، ترانه، لح، آهنگ، پرده یا دستان و در مواقعی به عنوان چهچهه یا تحریر هم استفاده شده. ابن سینا، صفی‌الدین حرموی، فارابی و بسیاری از کسانی که در موسیقی تحقیقات زیادی داشتن تعریف تقریبا واحدی برای نغمه قائل شدن. چیزی که ما استنباط میکنیم، نغمه در موسیقی قدیم ایران به معنی اون چیزیست که ما امروزه به اون نوت میگیم شناخته میشده. به عنوان نمونه ابن سینا میگه ان نغمت و صوتون لابس زمانن علا حد ما من الهدت و سقل، که به مفهوم این هست که وقتی صدایی به اون میزان کشیدگی داشته باشه که انسان اون رو حس کنه، یعنی زمانش اون مقدار طول بکشه که انسان اون رو بتونه حس کنه و دارای زیر و بمی باشه، بهش نغمه گفته میشه. داوود برون آیدت از چاه چو یوسف، از نغمه به پستی ز بلندی رسن افکن. جامی در تعریف نغمه میگه آوازی را گویند که چندان درنگ کند که حس زمان آن را تواند یافت، و این قید احتراز از آوازهایی است که از نقرات غیر لحنیه چون دف و کف شنیده می شود که آن را نغمه نمی گویند. برابر این سازهای کوبه‌ای و صدایی که از سازهای کوبه‌ای بیرون میاد به دلیل اینکه دارای بسامد مشخص نیست رو جزو نغمه به حساب نمی آوردند. همچنین صدای کشیدن سنگ روی زمین، اون هم باز صدا هست و دارای زمان هست، حتی میتونیم بگیم دارای زیر و بمی هست، ولی چون زیر و بمی اون دارای یک فرکانس مشخص نیست و نمیتونیم اون رو جزء صداهای موسیقایی بدونیم، اون رو جزء نغمه ندونستند. امروزه البته نغمه ممکنه تعاریف دیگه ای داشته باشه و اون رو ما گاهی به معنی ملودی و یا آهنگ میشناسیم، در صورتی که در گذشته نغمه به اون کوچکترین واحد تولید صدا که موسیقایی باشه گفته میشد. همچنین امروزه گاهی از نغمه به عنوان دستگاه یا آواز هم شناخته میشه، مثلا نغمه سگاه یا نغمه بیات ترک. از تعاریف دیگه که به خصوص در این قطعه کاربرد داره، فرمی است از موسیقی که مثل کرشمه ما در ردیف موسیقی ایرانی اون رو به کار می‌بندیم. البته نغمه در جای جای ردیف موسیقی ایرانی اومده، مثل نغمات شور که چند مدل هستند، یا نغمه سگاه یا نغمه حصار سگاه، یا در چارگاه باز نغمه های مخالف و منصوری داریم، و در ماهور نغمه ماهور یا نغمه راک، همچنین در همایون نغمه چکاوک، و در راسپنجگاه نغمه راسپنجگاه یا نغمه ترس یا نغمه راک، و در دستگاه نوا باز نغمه داریم، در اصفهان همینطور. هر کدوم از این نغمه ها خاصیت های بخصوص خودشون رو دارن و بهتر بود که ما برای هر کدوم از اینها که یک فرم در موسیقی ایرانی به حساب میان یک نام جدید بذاریم، و بنده قصد دارم در آینده نغمه های مختلف رو به تفکیک نامگذاری جداگانه بکنم که فرم هر کدومشون مشخص باشه. به عنوان نمونه در دستگاه شور ما یک نغمه داریم به این شکل اجرا میشه، یا باز در همین دستگاه شور یک نغمه داریم به این شکل هست، یا مثلا در بیات اصفهان نغمه که خیلی رایج هست اینه،
در کتب قدیمی مثل بحر الارهان از نغمه تعریفی میده که برابر با همون کرشمه است و میگه بر وزن مفاعل و فعلاتون، مثل نغمه که روی شعر بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط آن که نگوییم از گذشته حکایت. یا کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید، قضا همی بردش تا به چنگ باز آید. اینها تعریفی است از کرشمه. یا در برخی از کتب از نغمه به عنوان زنگ شتر نام میبره. اما چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم، نغمه مخالف سگاه هست که بیشتر در گوشه مخالف سگاه مشهور شده و در دستگاه دیگه قابل اجراست، از جمله نوا که در اینجا استاد لطفی از این گوشه استفاده کرده. همچنین در ردیف میرزا عبدالله این نغمه به همون شکلی که در مخالف سگاه هست استفاده شده و بر روی آهنگ قدیمی که شعری هم روش گذاشتن به نام باز آمد باز آمد، گل من باز آمد خونده میشه. این نغمه مخالف سگاه که در سگاه به این شکل اجرا میشه، در نوا هم میتونه با همین فرم به اجرا در بیاد. که به نوعی میتونیم اون رو یک چهار ضربی بدونیم. یک دو سه چهار. و شعری هم که روش میذارن باز آمد